یک شهروند 20 ساله روز گذشته خبرش اومد که دختری جونش رو از دست داده و راننده این خودرو هم به شدت مجروح هستش. اما تا کنون بعد از رسانه‌ای شدن و افشای این خبر مقامات رسمی هیچ واکنشی نداشتن، به غیر از فرماندار بروژرد که در روز حادثه فقط با توجه ربط دادش که انفجارهایی در کرمان صورت گرفت، به حوادث سیستان و بلوچستان اشاره میکنه و بعد میگه که در استانهای همجوار در واقع نیروهای انتظامی نظامی مشغول گشت‌زنی بودن که بتونن آرامش رو در اون مناطق ایجاد کنن. به این خودرو 206 مشکوک میشن، در واقع دستور ایست میدن و این خودرو توجه نمی کنه، فرار میکنه و بعد اینها ناچار میشن که شلیک کنن. اما سرنشینان این خودرو چه کسانی بودن و روایت منابع مستقل چه است؟ گزارشی که هنگام منتشر کرده اشاره میکنه که ماموران اطلاعات بروژرد با لباس شخصی به این خودرو مشکوک میشن، در بازرس یعنی ایستی که به اونها میدن از اونها خواسته میشه از این دو سرنشین 206 که از خودرو پیاده بشن. اما خب با توجه جبهه که در ایران هست با اینها لباس شخصی داشتن، اون دو میترسن و اقدام به فرار میکنن و این ماموران اطلاعات خودرو رو به رگبار میگیرن که همونجوری که در مقدمه هم اشاره کردیم یک دختر 20 ساله که در هویت ایشون اسمشون آناییتا امیرپور 20 ساله و دانشجوی سال اول رشته تربیت بدنی دانشگاه بروژرد عنوان شده که در دم کشته میشه. راننده هم هویتشون ام جلایی در واقع میم جلایی فر ذکر شده، ایشون هم دانشجو بوده و گفته میشه که در بیمارستان شهید چمران بستری هستش. از طرفی هنگام به این مسئله اشاره میکنه که خانواده این دو به شدت تحت فشار هستن که اطلاع رسانی نکنن، صحبتی نکنن. از طرف دیگه هم گفته میشه که برخی از اعضای بیمارستان شهید چمران هم تحت فشار هستن که هیچ صحبت و مصاحبه‌ای نکنن. اما فهم این رو باید اشاره بکنم که این اولین موارد این چنین نیست. بسیاری به یاد دارم، کوتاه فقط تیتوار بگم، در آبان سال گذشته بود کیان پیرفلک به همراه خانواده‌اش به ایزه باز میگشت و در روایتی مشابه که به او به این خودرو مشکوک میشن، ایست میدن، اونها توقف نمیکنن و خودرو به رگبار میبندن و کیان یک کودک 10 ساله در واقع این چنین کشته میشه. یا مورد دیگه از سوهای اعتباری که در دیما در مراسم در واقع در روزی که همزمان بوده با 40 کیان پیرفلک، اون نیز به همین صورت کشته میشه. در مواردی که بعدها چند ماه پیش پسر عموی کیان پیرفلک بیاد داشته باشیم، اون نیز روایت مشابهی براش رخ میده. و در این سکوت خبری واکنش ها چه بوده؟ واکنش های زیاده بوده که در بخش بعد سعی میکنم به طور مفصل به اون بپردازم. اما با توجه به سکوت خبری که چه از نیروهای نظامی، مقامات قضایی، مقامات انتظامی، هیچ صحبت از سوی جمهوری اسلامی نیست، با توجه به اینکه در شبکه‌هایشون واکنش های بسیاری است، یک نکته ای که هستش، خب در این زمینه ما فقط ادعای و صحبت های هنگاو رو داریم، اما خانواده این دختر یعنی آنای تعمیرپور صحبتی نکردن. میخوام در این بخش به این مورد فقط اشاره کنم، بخش بعد جزئیات بیشتر میدم که بسیاری حالا به اهمیت کاری که الهی محمدی و نیلوفر حامدی کردن اشاره میکنن که در موارد مشابه این چنینی اگر خبرنگاران یا اونهایی که میتونن و کارشون اینه اگر اطلاع رسانی نکنن، حکومت چجوری با تحت فشار گذاشتن خانواده ها میتونه سرپوش بذاره به قتل های این چنین مشابه. در روایت هایی که بخش بعد اشاره میکنم بسیاری هم به موارد اشاره میکنن که سال 70 79 80 چنین مورد پیش اومد، اما چون کسی نبود رسانه کنه، گردش آزاد اطلاعات نبود، خبرهای هیچ وقت رسانه‌ای نشد، اون خانواده هم عزیز رو از دست داد. ممنونم. روایت دقیق افشار سیگارچی از کشته شدن آناهیتا امیرپور در بروژرد.